دستبندی نرم افزارهای مهندسی مکانیک. میدونیم که در زمینه مهندسی مکانیک نرم افزارهای بسیار زیادی وجود داره و یکی از دغدغه های مهم دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک این هست که برای یادگیری این نرم افزارها از کدوم نرم افزار شروع کنم. به همین خاطر من یک گروه بندی نرم افزارها رو انجام دادم که اون رو خدمت شما ارائه میکنم. ما میتونیم نرم افزارهای مهندسی مکانیک رو به 5 گروه اصلی تقسیم کنیم که اولین گروه اونها به گروه CAD معروف است. CAD مخفف کلمه Computer Aided Design میباشه، یعنی طراحی و مدل سازی به کمک کامپیوتر. در این زمینه نرم افزارهای بسیار زیادی وجود دارند که معروف ترین این نرم افزارها رو میتونیم به صورت مقابل برای شما معرفی کنیم. در این زمینه نرم افزار سالید ورک یکی از نرم افزارهایی هست که در ایران بسیار پر استفاده هستش و بخش انبوهی از صنعت ایران رو فرا گرفت. نرم افزارهای دیگه هم وجود داره مثل کتیا و اینونتور و اتوکد که در این زمینه بخشی از بازار رو به خودشون اختصاص دادن که هر یک از این نرم افزارها کاربردهای خاص خودشون رو دارن که ما به دانشجویان و فارغ التحصیلان توصیه میکنیم که این نرم افزارها رو فرا بگیرن. خب میدونیم که سالید ورک و کتیا ساخت شرکت دازالت سیستم هستن و هر دوی نرم افزارها نرم افزارهای بسیار قدرتمندی هستن در زمینه طراحی و میدونیم که سالید ورک نسبت به کتیا محیط یوزر فرندلی تری داره، یعنی کاربرپسندتر هستش. همچنین نرم افزار اینونتور وجود داره که محیطی بسیار مشابه به نرم افزار سالید ورک داره، با این تفاوت که ساخت شرکت اتودسک هست و شرکت اتودسک یکی از بزرگترین کمپانی های ساخت نرم افزار هستش و همین خاطر این نرم افزار با نرم افزارهای بسیار زیادی میتونه به راحتی مچ بشه و فایل های اونها رو فراخوانی کنه یا فایل های این نرم افزار رو در نرم افزارهای دیگه باز کنه. این نرم افزار نیست به خاطر اینکه مرجع جهانی نرم افزار مهارت شناخته شده، در جهان طرفداران بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده که دارن از اون استفاده میکنن و هر روز در حال پیشرفت بسیار زیادی قرار داره. گروه بعدی که از نرم افزارها وجود داره به گروه کم معروف است، یعنی Computer Aided Manufacture، تولید به کمک کامپیوتر. شما با استفاده از این نرم افزارها میتونید مدل سازی رو که در نرم افزارهای دیگه انجام دادین وارد این قسمت کرده و با استفاده از ابزارهایی که در این قسمت ها وجود داره میتونید مسیر ماشین ابزار خودتون رو مشخص کنید، نوع عملیات ماشین کاری خودتون رو مشخص کنید و در انتها جی کد گیری خودتون رو از نرم افزار استخراج کنید. میبینید که کتیا باز هم در این لیست وجود داره و نرم افزار کتیا علاوه بر این که یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه کد هست، در زمینه نرم افزارهای کم هم فعالیت هایی داشته. گروه سومی از نرم افزارها وجود داره به نام گروه CAE، Computer Aided Engineering، یعنی تحلیل مهندسی به کمک کامپیوتر. در این زمینه نیز نرم افزارهای بسیار زیادی وجود دارن از جمله آباکوس، امسیس و کتیا. میبینید که کتیا باز هم در این بخش وجود داره و نرم افزار کتیا به عنوان یک نرم افزار همه کاره شناخته میشه. در این زمینه اغلب از نرم افزار آباکوس استفاده میکنن چون این نرم افزار به خوبی با نرم افزارهای گروه CAD قابل شناسایی هستش و تمام مدل هایی که شما در این نرم افزارها بکشین میتونین وارد نرم افزار آباکوس بشین. اساس کار نرم افزارهای CAE بر این گونه هست که شما در ابتدا مدل سازی خودتون رو انجام میدید و بعد از اون میایین بارهای مورد نیاز خودتون رو روی قطعه اعمال میکنید و شرایط مرزی اون رو مشخص میکنید و نوع مشتون رو انتخاب کرده و در پایان تأثیر اون بارها رو بر قطعه مورد نظرتون دریافت میکنید. این سه گروه اصلی نرم افزارهای رشته مهندسی مکانیک هستن که علاوه بر اینها دو گروه دیگه هم وجود داره که از اونها استفاده میشه. گروه بعدی نرم افزارهای کد نویسی هستن که به عنوان نرم افزارهای کمکی از اونها استفاده میشن و بیشتر دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در
مقاطع تحصیلات تکمیلی دارن از اونها استفاده میکنن. شما میتونید با استفاده از این نرم افزارها کدهای مورد نظر خودتون رو بنویسید و در صورت نیاز این کدها رو وارد نرم افزارهای گروه CAE بکنید که در این زمینه نرم افزار مطلب بسیار نرم افزار پرقدرتی هستش. گروه دیگه ای که از نرم افزارها وجود داره معروف به گروه نرم افزارهای مربوط به گرایش تبدیل انرژی هست. شما با استفاده از این نرم افزارها میتونید یک سری از عملیات بسیار تخصصی رو در زمینه تبدیل انرژی انجام بدید. به عنوان مثال با استفاده از نرم افزار کریر میتونید بار سرمایشی و گرمایشی یک ساختمون رو تحلیل کنید و با استفاده از نرم افزار فلوئنت میتونید جریان لوله های یک ساختمون رو شبیه سازی کرده و برداشت های مورد نظرتون رو از این نرم افزارها داشته باشید. خب یادگیری این گروه از نرم افزارها نسبت به گروه های قبلی بسیار ساده تر بوده، اما تعداد نرم افزارهایی که در این بخش وجود داره بسیار فراوان است. امیدوارم که این ارائه برای شما مفید واقع شده باشه.